گنگ خوش اومدید به قسمت دیگه از ریاکشن ویدیو های کانال خودتون فشن شو لایف. تو این ویدیو چک آپشن رو، موزیک ویدیوهای آپشن رو قراره با هم دیگه بشنیم از آرتیستی که سعادت گوش دادن موزیکاش توی این کانال نصیب ما نشده بود، یعنی پابلو، که داداش اولین دلیلش این بوده که اسمت بسیار غیر قابل سرچه، ولی به هر حال لینک من توی دیسکریپشن گذاشتم، اگر شما هم سختتون بود سرچ کنید اسم ترک و اسم آرتیست رو از لینکی که توی دیسکریپشن قرار داده شده میتونید اقدام کنید. بجز اون لینک، لینک کانال یوتیوب من و نیما اینی استندارم توی دیسکریپشن. ماشاءالله به سینه. چه سینه ساختی برش. گذاشته لینک خلاصه. میتونید با کلیک روی اون لینک به کانال استندارم سر بزنید. از این بعد این مدلی دیگه میخوام ویدیو بگیرم. اگر فور گنگ ها رو با چی توی کامنت امروز جلو بازو دادم، بریم بشنویم و ببینیم موزیک ویدیوی آپشن رو از پابلو. خب پابلو آرتیستی که من مدت هاست دارم رصدش میکنم و به نظر من یکی از آرتیست های اون موج ترامپ ملودیکیه که خیلی موج گنده ای نبود، خیلی هم الان اتفاقا میدونی هرچی موج گنده تر سقوطش سنگین تر، مثل موج دریل. موج ترامپ ملودیک چون اونقدر موج گنده ای نبود، یهو چیزیه که از قدیم بوده. آقا مثلا سعید کرمانیش هم تا حدی نه ترامپ ملودیک حالا نبود، ترکیب وکال ملودی دار آرنبی مثلا با بیتای بوم بپ یا حالا بیتای ترپ چیز ناآشنایی اونقدر نبوده واسه گوشای ما، به خاطر همین اونقدر یه هنر ترکید. ولی خب نفوذ این موجه، نفوذ چی میگن، یه ساوند به خصوص ترپ ملودیک توی رپ فارسی خب توی یکی دو سال اخیر انجام شده توسط آرتیستایی مثل آیسم، مثل سینات سام، مثل من حضور زن ندارم واقعا، ولی چمنم یکی مثل آرتا سامیلو و حالا در هر صورت پابلو یکی از آرتیستای جوان‌تر اون موج کوچولو هست که به نظر من میگم نظر من تیزر این موزیک ویدیو خیلی جالب کرد تو اینستاگرام، پس میگفتیم که با هم دیگه موزیک ویدیو رو ببینیم. بیت پرودوسر ترشی سم باجدان گنگ، میکس مستر اشکان کاران گنگ، ویدیو دایرکتور آرمان، فوتوگرافر بیگ ارش، کاور آی دین، منیجمنت هم که میتروف. بری بری گنگ به شلوار مخمل کرم، من اینو دارم ولی پامو هیچ وقت اینجوری نمیذارم. بچه ها هیچ وقت پاتون رو اینجوری نذارید، اگه کسید بذارید، اگه کلید هیچ وقت اینجوری نذارید. حالا تو موزیک ویدیو اوکی. آپتیون، آپتیون شدم من بیست به چه شد لوک ات من ریس موچه دست بدم من بیست به چه شد خیست جو چون تنم جیب در جا سید چون کدینو کردم سیب نمیتونم بزنم اینا هیچ وقت خواستید اگه آبشه بهش میدم آبشه تو زمین آبشه بشه ولو دقیقا یه دیگه شده اگه آبشه بهش میدم آبشه تو زمین آبشه بشه ولو تو بازی یه دیره چون بیس برای سبکتر نبود اون دور بر ای خدا دیدی چجوری زد تو دوربین چون بیسه اگه آبشه بهش میدم آبشن تو زمین آبشه بشه ولو تو بازی آنگ سمونی یعنی اینجوری کسی بخواد اینجوری من رو چوب بیسه بزنه چونم دو دستی تقدیمش بکنم میگم بزن مولنج داره خیلی با اومد زد قلبیا پابلو من نمیدونم چقدر پابلو جمعه داره ولی جهت پیشگیری قلبی تونم بزنن اینا هیچ وقت خسیب اگه آبسه بهش میدم آبشن تو بذار اینم بگیم اگه آبسه آبس یعنی اپوننت آب یه چیزی هم داره مخفف دشمنه خدا خلاص مخفف یه چیزی که معنیش دشمن و رقیبه اگه آبسه یعنی اگه رقیب اپوزیشن فکر کنم اون یکیشه بهش میدم آبشن یه انتخاب داره که توی زمین آبشه چه جوری نمیدونیم بزنن اینا هیچ وقت خسیب ببینیم میگه بمون اگه آبشه بهش میدم آبشن تو زمین آبشه بشه ولو بشه ولو نه چرا تو بازی آنگ سمونی شانس که زدم جلو میزنم من شایستم تو بازی ببین فلومو تیر خوردم بابت استفاده اسم پوشایستی میزنم پو من شایستم سالاری مثلا شایسته ایشون شایسته نیست قانون پایستگی انرژی مثلا پوه شایستی آرتیست محبوسیه تو لیبل چیز تو لیبل گوچی میمون من اونقدر کاراشو دوست نداشتم هیچ وقت ولی یه زندان دیگه الان آزادی داشتم پوه
بعد جای کلمه شایستم با شایستی مثلا یه ورد پلی ریزی کرد، یه اسمی هم از پوچایستی آورد. تو بازی آن یه سمونی شانس که زدم جلو میزنم پول من شایستم تو بازی ببین فلومو خرم دایمنز دایمنز برا دندونه به چه اگه بده دو اگه آبسه بهش میدم آبشن تو زمین آبشه بشه بلو چون میشم نایتمر بر دختره واسه ساک بزنه الماس میخره واسه دختره، فهمید چی شد؟ داداش میخوای اینقدر صفر و یک نماش حالا، یا ساک میزنی الماس میخرم یا اگه ساک نزدی مثلا هیچ کاری نمیکن. ببین فلومو خرم دایمنز دایمنز برا دندونه به چه اگه بده دو اگه آبسه بهش میدم آبشن تو زمین آبشه بشه بلو چون میشم نایتمر برای بچه میشم اینم آواست بودو یه هو ندارم وقت توی کانشنس میخرم جتو سوارم شخص کرم چه تو مخمل بازا اینا نیست کم رتا میشن کی نه باشم هم مرگی که چی چل تی 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 میریم برش با کرو میشیم ما هم لور بلادی ها همه هستن تا میشه سر شب من میشم شده ور نه نه یا سمتم آتیش میگیری در جنم یه آب سه بزنه آب شه تو زمین آب شه بچه بلو تو بازی آنگ سمونی شانس که زدم جلو من شایستم ببین فلومو خرم دایمنز دایمنز برا دندونه به چه اگه بده دو اگه آب سه اکا میکنم شه آب سه دوره گردن ما آیسه من دریپرم مثل آب سه میخوام گیستم پته میگن همه جا شده دریپرم یه کلمه شدم که نمیدونم چی آب سه میخوام گلیستن پتک. آها ساعت فکر کنم. داداش چی شد میخواستی دایمنز بدی اگه ساک بزنم واسهت گلیستن پتک خودت لنگ گلیستن پتکی؟ آیا یادتونه حاجی گردن من صلیب چقدر خست شده بود یه دوره ای؟ الان دوباره مد شد خیلی باحاله. یعنی حتی علائم و نشانه های ادیان مختلف هم از دست مد راحت نمیشه. یعنی همه چیز مد و غیر مد داره، همه چیز مد میشه و همه چیز از مد میفته. خیلی بادی حتی صلیب گردم من صلیب شما یادتون نیست دوره که من دبیرستان بودم خیلی مد شده بود، دوره خفم بود و صلیب و مثلا شلوار دارم الان شده شلوارک از راما هم گرفتم رونش اینجاش صلیب مریب کار شده منجوخ فلان بعد این زنجیرامو خیلی مد. اصلا اولین کس زندگیمو وقتی کردم که اصلا این شلوار صلیبیه رو خریدم و یه دونه زنجیرم اینور مینداختم خیلی خفن. بعد اصلا 5 سال بعد دیگه از مد افتاد و یه گردمن صلیب داشتم نصفش مشکی نصفش سیاه اینجوری تو هم چفت میشد جدا میشد چفت میشد اصلا خیلی خفن بود. بعد مد افتاد بعد یه دوره مثلا مینداختی صلیبو بعد چه فلان جا بودی اسم نمیبرم خودتون میدونید فلان جا بازی بود صلیب انداختم. دوباره الان مد شده خیلی جالب و بعضی کافی که عمر میکنی این مد شدنا و از مد افتادنا رو که میبینی گوهت میگیره خدایی خدایی باباها دلیل داره شلو پارچه میبوشن خدایی دیدن یه این فلان چیز یه چیز رو میگینم مد میشه سال بعدش هم مد میفته حق دارم بیچارا شلو پارچه میبوشن من دریپرم مثل آفست میخوام گیستم پته میگن همه جا شده صحبته به چه میاد با فیستت میخواد بارون کجا چترت گونگ پابلو گونگ اگه آبسه بهش میدم آبشن آبشن رو خفن هم دادی دمت کم دست آبسو باز گذاشی. خب این بود موزیک ویدیوی آبشن پابلو نانسکابار ورژن روبیت چرشی از سمه باجلان یه چک چپ ملودیک که تمام مشخص های چپ ملودیک رو داشت. یعنی وقتی میگم چپ ملودیک هم چیزی میاد ذهن من. ببین توی ایران داره اتفاقی میفته که توی آمریکا مثلا 5 سال پیش افتاده بود. 5 سال پیش یه اتفاقی افتاده بود که یکی مثل تی پین یکی از پایونیرایی که استفاده از اتوتون رو جا انداخت توی کلن صنعت موسیقی حداقل صنعت موسیقی هیپ هاپ خیلی جا انداخت. اون توی یکی از لایو استریم هاشش میگفتش میگفت من اصلا پشمام ریخته که چرا انقدر همه آرتیست ها شبیه هم شده چرا انقدر صداهاشون
کیدنس هاشون، ملودی هایی که استفاده میکنن، نوع استفادهشون از اتوتون به عنوان افکت و اینجور چیزا، چرا اینقدر شبیه هم شده و فلان. اتفاقی بود که واقعا نمیدونم چند سال پیش، ولی میدونم حدودا مثلا 5 سال پیش توی مارکت اونور افتاده بود که یه سری آرتیستا بودن که این هم بودن. مثلا مثال میزنم آقا، دی دی جی بود، گانا بود، آتو درک بود، چه میدونم رادیریچ بود. خیلی فرق داره اینو با هم. رادیریچ مثلا برای من خیلی فرق داره با، یعنی زیاد که گوش میدی فرق داره، فرقاشون خیلی چیز میشه، خیلی واضح میشه واسه. ولی تو فرست لیسن واقعا خیلی، هر کی آتو تون میخوند، هر کی آتو تون داشت، صداش همشون شبیه هم بود، خیلی عجیب بود. اتفاقی که تو رپ فارسی داره میفته دقیقاً همونه. آرتیست های ملودی که اون همشون دارن میدین این رفرنس ها داره یه چیز مثلا میگم آقا، مثل دیریل ورودی دیریل فارسی پوری بود، هیپاپولوژیست بود، بازی رو تونی مانکید مثلا. وقتی ورودی همین ستان، هر کسی که توی رپ فارسی میخواد دیریل بخونه یه الهامی از یکی این طرفا میگیره، به خاطر همین همه میشن شبیه هم. یعنی دیگه بعدن کسی نمیتونه ترک کنه ببینه که آها ببین پوری اول اینو آورد، پس به خاطر همین این 350 نفر شبیه پوری هم. نه، کسی که ترک نمیکنه، من دارم ترک میکنم، من نوعی، کسی که دنبال نمیکنه مو به مو اتفاقات رپ فارسیو، به خودش میاد یهو میبینه 350 ترک شبیه هم با 350 تا اسم مختلف و آرتیست مختلف، ولی همه فلو شبیه هم. اونجاست که زده میشه آدم از یه موج و یه ساوند. اتفاقی که توی تراب ملودیک داره میافتم همینه. بازم میگم یه خورده سخت‌تر کلا تراب ملودیک ساختن، به خاطر اینکه حداقل توانایی باید داشته باشی، استفاده از صدا تو هنجره تو باید بلد باشی، کی بفهمی چیه که بتونی صدا تو، حالا تئوری هم نفهمی چیه، حداقل کی موزیک به صورت ژنتیکی مثلا بفهمی چی به چیه، که روی اون کی موزیک بخونی و فلان بیزار. حالا با توجه به همه این چیزها توانایی بیشتری میخواد، مهارت بیشتری نیاز داره، به خاطر همین کلا چیزای مشابه همدیگه طبیعتا کمتر میشه. مثلا اگه تو دیریل 300 تا موزیک میاد شبیه هم، تراب ملودیک میشه 100 تا موزیک شبیه هم. ولی همچنان به نظر من ما داریم به اونجا میرسیم که خیلی صداها، کیدنس ها، ملودی ها، وکال ملودی ها، حتی لفظا، حتی وکب آرتیست های ملودیک تراب همون داره یه چیز میشه. و نمیدونم اگر این شبیه بقیه بودن شما رو تحریک نمی کنه برای متفاوت شدن، چی تحریکتون میکنه؟ پس کلا مخاطب خاص ندارم، کلا با همه هم. حالا نمیگم مثلا اگر همه مو دارن پس تو مثلا جای مو ان بمالی به سرت، نه، به هر قیمتی تفاوت، نه، تفاوت مثبت دیگه. اگر واقعا این کافی نیست برای تکون خوردنتون از سر جاتون، اگه میبینید آقا من کارم شبیه مثلا سه نفر دیگه است، پس ببخشید ولی اون سه نفر کلک، اون سه نفر من باید فرق کنم. اگر این موضوع شما را جاتون تکون نمیده، بعد واقعا امیدی بهتون نیست. اگر شبیه بقیه بودن اذیتت نمی کنه، امیدی بهت نیست داداش. گول نزن خودتو که من دارم کار درست میکنم، بقیه نمیفهمن. وقتی شبیه بقیه ای، هیچ فرقی با بقیه نداری و احساس رضایت داری، هیچ امیدی هم بهت نیست، خودتو علکی گول نزن. داشتم میگفتم پابلو به نظر من یه چیکه متفاوت تر بود از چیزایی که من توی صحنه که نگم الان تراب ملودیکای فارسی که میشنوم، ولی همچنان واقعا در فرست لیسن منو یاد شدید یاد سیناتا میذاره، به خاطر اینکه اصلا وکال چی میگن صداشون میگم خیلی شبیه هم دیگه. حالا دادی وقتی میخوان بخونن حداقل از یه جا میخونن، جفتشون از یه نقطه حنجرهشون صدا میاد. این موضوع یه مقدار اذیت کننده، ولی فلوای جذابی داشت پابلو. به نظرم فلوای جدیدی ساخته بود، اصلا من این فلو رو خیلی نمیشم، حداقل به نظرم جدید بود، اصلا نشیده بودم، اونقدر جنریک نبود، نه ملودیاش نه فلوهاش، ولی میگم اون صدا و رزونانس بسیار شبیه بود به سیناتا. همین تبدیل تجربه اولین بار دیدن ویدیو هم جالب بود برای اولین موزیک ویدئویی که به عنوان اولین موزیک ویدئویی که من از این نفر میبینم که آپکامینگ. موزیک ویدئو جالبی بود، ایدئال نبود 100%، ولی با سلیقه بود. یه سری کادرا مثلا اون که توی زمین بیسباله به نظر من جذاب بود، دوباره غیر جنریک بود. همین انتخاب لوکیشن، تعدادش سری بعد یه ورزش کم تحرک‌تر رو انتخاب کن، به نظر نمیاد از بغل ورزش هم رد شده باشی. البته اون رفیقمون که رکابی پوشیده چرا؟ گنگ تبدیل تجربه اولین بار دیدن موزیک ویدیو برام 6 بود. امیدوارم 8 پابلو رو واقعا ببینم، به نظرم پتانسیلش هست. شما نظرتون رو بنویسید راجع به این موزیک ویدیو، این ریاکشن ویدیو، ویدیوهای دوست داشتید، ویدیوهای دوست نداشتید فورگن یادتون نره توی کامنت. ویدیوهای کانال رو هم یه دوست داشتید، تکمه سابسکرایب یادتون نره بزنید و خصاصت رو کنار بذارید. یه دونه زنگوله مقر سابسکرایب قرار داده شده. اگر دوست دارید از آپلود ویدیوها خبردار شید و جانمونید و دنبال میکنید ممتد ویدیوها رو، روی زنگول فشار بدید. تا ویدیوی بعدی، فور گنگ.